دوم شهریور ماه 1397 خورشیدی و 24 اوت 2018 میلادی. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به هزینه های باور نکردنی که به اسم محرم و عزاداری و مراکز و بنیادهای نشر عقاید روحانیت توی این مملکت خرج میشه. پرده آخرم خواهیم داشت آخر برنامه. تقدیمی این هفته، اول یه صحبت کوتاه از رهبر معظم انقلاب بشنویم. امروز در کشور ما آزادی فکر هست، آزادی بیان هست، آزادی انتخاب هست. هیچ کس به خاطر اینکه فکرش و نظرش مخالف نظر حکومت هست مورد فشار و تهدید و تعقیب قرار نمیگیره. یه روشنه دیگه، من تکرار نکنم، ایشون هم رهبر کشور. فکر و نظرش مخالف نظر حکومت هست یعنی چی؟ فکر و نظر که تو کله و رو زبون آدم نمیمونه که. آزادی فکر و آزادی نظر یعنی آزادی بیان. خب این طبق قانون اساسی خود آقایون هم وجود داره، باید وجود داشته باشه. یعنی تظاهرات و شعارها و خواستهایی که مطرح می شود، آزادی بیان به صورت جمعی، آزادی بیان و تجمع و مسالمت آمیز که تو قوانین خودشون به رسمیت شناخته شده، و آزادی بیان هر شهروندی، حق انتقاد و اعتراض هر شهروندی به حکومت، اصلا پیچیده نیست، درکشم برای آخونده نباید پیچیده باشه. حالا یک حقوقدان و وکیل شناخته شده دادگستری آمده نظرشو درباره نظارت استصوابی شورای نگهبان مطرح کرده. آزادی نظر مگه نیست؟ آقای رهبر خودت گفتی دیگه. جمعه شب 26 مرداد دکتر قاسم شعله سعدی یه ویدیوی کوتاه منتشر کرد خطاب به مردم ایران. نفسم گرفت از این شهر، در این حصار بشکن، در این حصار جادویی روزگار بشکن، چو شقایق از دل سنگ برار، رایت خون به جنون صلابت صخره کوهسار بشکن. ملت بزرگ ایران، هم میهنانم درود. وضعیت کشور در بدترین شرایط خود طی سالهای گذشته است. در ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی فروپاشی نزدیک است. ثروت و منابع شما بی حساب و کتاب غارت می شود و کرامت و آزادی زنان و مردان ایران زمین لگد کوب می گردد و تمامیت ارضی ایران زمین مورد تهدید و معامله قرار می گیرد. ملت بزرگ ایران، بدانید این فجایع نتیجه سلب حق حاکمیت ملی شماست که از طریق سنت سیئه نظارت استصوابی به بار آمده است و دولت‌ها و مجالس بی لیاقت و بی کفایت نتیجه چنین نظارتی می باشد. فردا در مقابل خانه ملت به تأسی از پیشوای بزرگ نهضت ملی دکتر مصدق بزرگ، فریادگر مطالبات شما خواهم بود و پرچم مبارزه با نظارت استصوابی را به دوش خواهم گرفت. خب دکتر شعله سعدی شنبه 27 مرداد همینطور که اشاره کرد در همین ویدیو با چند نفر دیگه از آحاد ملت رفتن دم خانه ملت. چهار تاشون رو گرفتن. سه تا وکیل دادگستری، آرش کیخسروی، مسعود جوادیه و قاسم شعله سعدی. و یک نفر دیگه محمد نوریزاد، فعال سیاسی. نوریزاد و جوادیه رو آزاد میکنن. سه شنبه 30 مرداد شعله سعدی و کیخسروی رو با دستبند به هم میبندن، با لباس زندان میبرن دادسرای اوین.
تقدیمی این هفته به مردم ایران، قاسم شعله سعدی از زندان فشافویه. محرم نزدیکه، نمیدونم کمتر از 3 هفته دیگه، 17-18 روز دیگه محرم، دهه عاشورا، محرم و صفر و ماهای دیگه ای که شعائر مذهبی به ویژه در اون ماها برگزار میشه، رمضان، ذوالحجه، اینا قبل از انقلاب هم بود، از زمانی که اسلام در ایران گسترش پیدا کرد و بعد به ویژه از صفویه تا حالا اینا بوده. قبل از انقلاب زمان شاه هم بود. مهم ولی اینه که حکومت‌ها چه استفاده‌ای، چه سوء استفاده‌ای در واقع از اعتقادات و باورهای مردم می‌کنن. استفاده سیاسی، البته فرهنگی، ضد فرهنگی، اقتصادی. پولی که همین حکومت میده به تکایا، به تکیه‌ها، به مساجد، به مراسم عزاداری، به امامزاده ها و تدارکی که واسه محرم میچینه چقدره و با این پول چه کارایی میشه کرد، به ویژه در شرایط امروز ایران، پولی که در واقع مال مردمه، پولی که خرج میشه مال مردمه، پول دولت مال مردمه، مال مملکته. حالا به انگیزه نزدیک شدن به محرم که البته میپردازیم بهش، اجازه بدین از امامزاده ها شروع کنیم.
رفتن کم آوردن برای نامگذاری امامزاده ها، رفتن سراغ الف با امامزاده عین و قین و دال و زال و مترادفای مثل سام و لام و نمیدونم هر چی به ذهنشون رسیده دیگه در هر دوره. و عجیب اینه که همین امامزاده های این ریختی رسمیت دارن، دولتی هن، حکومتی هن. حجت الاسلام محمدی کیاپی یا کیایی، سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شمال غرب تهران، از آغاز طرح جامع ساخت حرم امامزادگان عین‌علی و زین‌علی علیه السلام از 28 آذر ماه خبر داد و به خبرنگار شبستان گفت فاز نخست این طرح با هزینه 50 میلیارد ریالی از امروز آغاز می شود و با پیشبینی‌های انجام شده تمامی مراحل اجرای این طرح با بودجه 200 میلیارد ریالی تا 24 ماه به اتمام میرسد. 20 میلیارد تومان واسه عین‌علی و زین‌علی. نفت داره براشون. این دو امامزاده، ادامه صحبت‌های حضرت حجت الاسلام، این دو امامزاده جلیل القدر منتسب به امام سجاد علیه السلام هستند که بنابر اقوال تاریخی و نیز منابع موجود در سنین کودکی توسط جباران زمانه به شهادت رسیده و جسد مطهرشان در داخل چاه انداخته شده است که امروزه بر سر این چاه ذریح مطهر آنها ساخته شده و مأمن زائران است. ببینیم برای اینکه بدونین چقدر این عین‌علی و زین‌علی ها و این الف لام میما حقیقیان، هیچ لازم نیست بریم تاریخ رو بخونیم. یه نمونه، مدتی است یک تغییر به ظاهر کوچک در جاده ورودی تخت جمشید خود نمایی می کند و تعجب بسیاری را به دنبال دارد. نصب یک تابلو که حکایت از وجود یک امامزاده در نزدیکی این اثر ثبت جهانی دارد. امامزاده ابراهیم علیه السلام که مسئولان اداره اوقاف و خیریه تأکید دارند از قدیم در این محل بوده. ساخت بنای امامزاده و از آن فراتر تجهیز امامزاده به امکاناتی که قرار است در 3 تا 17 هکتار جاگیر شوند از قبیل اماکن اقامتی و کمپینگ و پارکینگ و فضای سبز و سرویس‌های بهداشتی و غیره و غیره، ساخت و سازهای وسیعی که در سایه طرح این امامزاده به 17 هکتار خواهد رسید تا تخت جمشید در مجاورت آن تبدیل به هیچ شود. شاید باور نکنید اما تنها در شهرستان مرودشت 9 امامزاده با همین نام، با نام امامزاده ابراهیم علیه السلام، به ثبت رسیده است. اینجا ابتدای جاده تخت جمشید هست. شما دارید ببینید که یه امامزاده همین 2-3 روز اخیر اینجا تأسیس کردن، آستان مقدس امامزاده ابراهیم. اونجام که میبینید چند تا ستون و یه چیز سبز هست، گنبدشه که تازه آوردن نصب کردن اونجاست. و اینم جاده تخت جمشید که اون ستونا رو شما میتونید اونجا ببینید، یعنی چیزی حدود 700-800 متر جلوتر ستونای تخت جمشیده. حالا من نمیدونم این امامزاده کی اینجا پیدا شد و تابلو هم آوردن واسه شیک نصب کردن. ما که اینجا زندگی میکردیم نبود این امامزاده، حالا جدیدن آوردن نصب کردن. تابناک نوشته در رد حقیقی بودن این امامزاده از جمله مستندات ارائه شده این تصویر هوایی است. ما یه تصویر هوایی داریم، همون اینو لطفاً قطع کنین این فیلمو و همون صفحه قبلی رو که نشون دادی نشون بدین که جمشید، تخت جمشید که امامزاده زدن معلوم بشه. به هر حال همون تصویر قبلی رو نشون بدین، اون تصویر فیلمی است که از هوا گرفته شده است که اینو سایت تابناک، سایت حکومتی تابناک حتی اینو نوشته. از جمله ببینین این، نه عزیزم لطف کنین برین همون روزنامه رو، همون فیلمی که از روزنامه، از سایت هرچی که بود لطف کردین و پخش کردین که یک تصویر هوایی بود
از تابناک. اونو پخش کنین تا بعد. ببینین این عکس رو ببینین. از جمله مستندات توضیحش همینه. از جمله مستندات ارائه شده رو همین عکس لطفاً نگه دارین. از جمله مستندات ارائه شده این تصویر هوایی است که سال 1334 توسط سازمان جغرافیایی ارتش تهیه شده و بر اساس آن هیچ نشانی از امامزاده مورد ادعای اداری اوقاف فارس وجود ندارد. دیگه از این روشن‌تر فیلمش هم دیدین که دوستی که این فیلمو گرفتن و فرستادن میگن که ما اینجا زندگی میکنیم هم چیزی هیچ‌وقت وجود نداشته. اینا خب میان میسازن اونجا و هم اهداف سیاسی دارن هم اهداف ضد فرهنگی دارن. امامزاده میسازن هیچ. جاهایی هم قبلا یه باغ سنگی بوده، یه دخیلی بسته شده بوده به درختی، یا سنگی به خرافه گذاشته شده بوده سر راهی، روش هم نوشته بودن مثلا امامزاده شمشک. همونو میرن به اسم امامزاده متروک و مغموم هزینه های میلیاردی میکنن برای ساخت و سازش. حجت الاسلام مهدی زینعلی رئیس اداره اوقاف لواسان گفت قراردادی به مبلغ 1,500,000,000 تومان به منظور ساخت امامزاده محمد شمشک به امضا رسیده. وی با اشاره به اینکه در قرارداد مشخص شده است که تخریب امامزاده فعلی، یعنی همین که مثلا درب و داغونه، به طور کامل صورت میگیرد، اظهار داشت این پروژه به طور کامل انجام خواهد شد به این صورت که از 0 تا 100 ساخت یک امامزاده را در بر میگیرد. وی گفت زمان انجام این پروژه 2 تا 3 سال تخمین زده شده است. تارنمای سیاستنامه در گزارشی نوشت در سالهای نخست پیروزی انقلاب تعداد امامزادگان ایران 1500 تن بودند و اکنون به بیش از 10000 تن رسیده. یعنی به طور میانگین سالانه 300 امامزاده در ایران به وجود آمده است. امامزاده تولید شده. امامزاده هم نمیشه مونتاژ کرد. همه چیز مونتاژی بوده، حالا که دیگه هیچ حتی مونتاژ هم نمیتونن بکنن. ولی تولید امامزاده ببینین چقدر به وفور، سالی 300. به گزارش روابط عمومی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور 33 باب بقعه پیامبران الهی نیز در ایران ثبت شده است. اسمایی هم گذاشتن روی این پیغمبرا. دو تاشون دوباره ساملامن. پیغمبران ساملام علیه السلام، شهرستان سمنان، شمال شرقی سمنان. اینو مخصوصا با پیشوند پیغمبران نوشتن که یه وقت با اون ساملام که یعنی امامزادن قاطی نشه. خب داریم که ساملام مثلا امامزاده و این فلان. ببینین هدف قطعا فقط راه رفتن رو ذهن مردم بیچاره و ملتمس نیست. هدف بی تردید پول در آوردن کلون هم هست. غلامعلی جعفرزاده عضو کمیسیون برنامه بودجه در گفتگو با مهر گفت بنده به چند امامزاده رفتم و میدانم 20% درآمد امامزاده ها را سازمان اوقاف برمی‌دارد. آقایان میگویند صرف فعالیت های فرهنگی میکنیم. چه کسی به شما این اجازه را داده؟ این که میگویند درآمد هر امامزاده صرف همان امامزاده میشود دروغ است. بگویید این پول ها کجا میرود؟ چرا آمار امامزاده ها یک مرتبه افزایش داشته است؟ بعد معاون سازمان اوقاف میاد جواب میده. در 9 ماه سال جاری مردم بیش از 51 میلیارد تومان نزورات خود را در ذریح امامزاده ها و بقاع متبرکه نذر کردند که از این مبلغ 15% برای خود بقعه و 5% صرف بقاع استان می شود. گیریم همش درست همین حرف که تو داری می زنی. 15% و 5% میشه 20%. بقیهش چی میشه؟ 80% بقیهش چی میشه؟ کجا میره؟ چقدره؟ امامزاده ها مال اوقاف هست. درآمدهای اوقاف جزو درآمدهای دولت نیست. دیوان محاسبات کشور هم هیچ نظارتی بر این درآمدها نداره. سازمان اوقاف هم هیچ ترازنامه‌ای تا به حال منتشر نکرده. اوقاف زیر نظر مستقیم رهبر معظم انقلاب است. رهبر این نظام مقدس هر جور بتونه جیب مردم رو خالی میکنه. حتی خزانه دولت رو که همش از مردم گرفته میشه به صورت مالیات و غیره و غیره و غیره عوارض و فلان تا ریال آخر خالی میکنه.
رئیس سازمان اوقاف امور خیریه گفت 52% از امامزادگان کشور هیچ درآمدی ندارند و برای اداره این بقای متبرکه 7000 میلیارد تومان بودجه لازم است. 7000 میلیارد تومان بودجه لازم است برای اداره 50% اداره 50% امامزاده آقا 7000 میلیارد تومان. ببینید به چه اسمایی برای اداره امامزاده. دولت هم باید بده، مثل بقیه پولایی که با طیب خاطر دولت میده. چند نمونه براتون میارم از فسادبان. فقط در یک ماه اول سال، در فروردین امسال، 31 میلیارد تومان دولت داده به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و شورای عالی حوزه های علمیه و تو سه ماه 58 میلیارد تومان دولت داده به شورای عالی حوزه های علمیه. بیایم گاهی، حالا این آمارا رو که میدیم، گاهی بیایم این وسط مقایسه بکنیم. بودجه آموزش پرورش سال 97 حدود 35 هزار میلیارد تومان. اگه این رقم تقسیم بر تعداد 12 میلیون دانش آموز و حدود 1 میلیون معلم دولتی بشه، دیگه سرانه ای برای مدارس باقی نخواهد ماند. چون حدود 98% بودجه آموزش پرورش صرف حقوق کارکنان میشه. این آمار خودشون. و فقط 2-3% میمونه که باید فقط خرج دانش آموز بشه، چون اینا میگن این بودجه سرانه مدارس است. یعنی چی؟ یعنی باید خرج دانش آموز فقط بشه برای اینکه فضای آموزشی، تربیتی، ورزشی، پژوهشی ایجاد بکنن. نه حتی پول آب و برق مدارس و این چیزا بشه. توزیع شیر در مدارس قطع شد چون دولت پول نداره. اگر فقط بودجه 4 تا از این نهادهای بیکار مذهبی بودجه تلف کن جمهوری اسلامی قطع بشه، میتونن روزی یه شیشه شیر به اضافه این نهار به 12 میلیون به 13 میلیون دانش آموز بده. دولت پول نداره، ولی بیش از 1,600,000,000 تومان فقط توی 4 ماه میده به مرکز الگوی اسلامی. آخونده هیچ وقت هیچ سهمی تو کار تو تولید جامعه نداشتن، هیچ وقت در طول تاریخ بیکارترین قشر جامعه هن. ولی چیزی که الان اهمیت داره اینه که از زمان روی کار اومدن جمهوری اسلامی شدن پردرآمدترین قشر جامعه، پولدارترین قشر جامعه. بیکارترین نهاد حکومت مجلس خبرگان رهبری است. برای نمونه دبیرخانه این مجلس روزی 20,220,000 تومان میگیره. 7 آخوند عضوشن، هر کدوم هر روز نفری 3,000,000 تومان میگیرن. روزی 3,000,000 تومان، آخه نامسلمون، روزی 3,000,000 تومان. ببینید چه بلایی این حکومت ایدئولوژیک سلطه طلب جمهوری اسلامی سر این مملکت 80 میلیونی و این کشور بزرگ آورده. مثال، اگر بساط طلبه های خارجی که جمهوری اسلامی داره پول بهش، اگر این بساط جمع بشه، روزی 835 میلیون تومان میره تو جیب ملت. روزی 835 میلیون تومان. ببینین دیگه، جامعه المصطفی، بله، دولت 305 میلیارد و 120 میلیون تومان بودجه برای جامعه المصطفی در سال 97 اختصاص داده. 305 میلیارد تومان، یعنی روزی 835 میلیون تومان، دقیقه 580,000 تومان، دقیقه 580,000 تومان. یوحنا نجدی از نویسندگان و محققانی که کارش در زمینه تحقیق خیلی ارزش داره، یوحنا نجدی نوشته تنها 2 دقیقه بودجه این نهاد، اگه میتونیم این المصطفی رو دوباره پخش کنیم، تنها 2 دقیقه بودجه این نهاد تماما زائد
معادل یک ماه حقوق یک کارگر زحمتکش و 5 دقیقه بودجه آن برابر با یک ماه حقوق یک معلم شریف ایران است. ببینیم فقط اگر همین دو نهاد اخیری که گفتم حذف بشه، یعنی جامعه المصطفی و مجلس خبرگان رهبری از کره زمین حذف بشن، روزی نزدیک به 1 میلیارد تومان به نفع مردم میشه. ببینین روزی 1 میلیارد تومان اگر فقط دو نهاد جمهوری اسلامی منحل بشه. حالا شورای عالی حوزه علمیه روزی 20 میلیارد و 223 میلیون تومان، 7 آخوند روزی 20 میلیارد و 200 میلیون تومان میگیرن تا سیاست گذاری کنن واسه حوزه علمیه. گفتم که باور نکردنیست. این مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی که گلپسر علم الخدام معاونشه روزی 102 میلیون تومان پول میگیره، روزی 102 میلیون تومان. تازه یه دانشگاه هم داره به اسم دانشگاه مذاهب که بودجش جداست. نماینده ولی فقیه در سپاه میدونین ساعتی چقدر میگیره؟ ساعتی 10 میلیون تومان. این شخص حجت الاسلام، بله. نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها که مال خامنه ایه ولی بودجهش از دولت میگیره روزی 390 میلیون تومان. ببینین حدود 400 میلیون تومان روزانه دولت میده به اینا. روزی 400 میلیون تومان میگیرن که چه بکنن؟ نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه تو کار آموزش دانشگاه فضولی کنن، استادایی به در بخور اخراج کنن، دانشجوهایی به در بخور را ندن و مجبورشون کنن برن یک کشور دیگه یا بیکار توی این چرخه فاسد و آلوده جامعه امروز بگردن. بعضیاشون هم برن حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی. این حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی مرکز تبلیغ ادبیات حکومتی و سبکای عهد دقیانوسی که یه مش آدم نون به نرخ روز خور و جمع کرده و میبره خدمت آقا برای شعر بخونن هر سال چقدر بودجه میگیره؟ ماهیانه بالای 5 میلیارد تومان. چیکار میکنن اینا؟ مای 5 میلیارد تومان. بعد اینا غیر از این که این جاهایی که اشاره کردم غیر از این که مالیات نمیدن، حتی پول آب و برق و عوارض ساخت و ساز نمیدن، بی آبی و بی برقی و سفارش مؤکد دستگاه‌های دولتی و صدا و سیما که این یه کار درست میکنن به کاهش مصرف آب و برق مردم توی همچین وضعی، آب و برق مسجد و هیئت حسینیه و امامزاده و حرم این و اون مجانی، قانونش هم کردن که هیچ وقت سرش چونه نزنن. یه بار مجلس سال 91 آمد اینو به صورت قانون در آورد، تصویب کرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز 25 اردیبهشت سال 91 در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه 91 بند الحاقی 28 را به تصویب رساندن. بند الحاقی 28 مقرر می‌کند که هزینه مصرفی و حق انشاب برق، آب و گاز برای مساجد حسینی‌ها و دارالقرآن ها رایگان باشد. بعد سال 95 اومدن این چیزهای دیگه هم بهش اضافه کردن. 19 دی 95 نمایندگان مردم در خانه ملت مقرر کردند مساجد، مصلاها، اماکن مذهبی، اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی و حوزه‌های علمیه از پرداخت هزینه‌های حق انشاب آب و برق و گاز و عوارض ساخت و ساز معاف شوند. و وزیرم میاد بخشنامه میده سال 97. ببینید دیگه این هم بخشنامه وزیره دیگه.
آب و برق و گاز مجانی و عوارض ساخت و ساز به شهرداری ها معاف، یعنی هرچی پول میگیرین و از تو زری ها در میارین صاف بریزین به حساب شخصیتون تو بانکاتون. تا میتونن جلو میرن، حوزه علمیه میسازن هر جا که بتونن. نفت داره دیگه، هم شستشوی مغزی، هم طلب جمع کردن فلان بهمان، هم پول از دولت فلان هزینه کردن به اسم فلان. با وجودی که تو عراق چند تا حوزه علمیه هست، برای مثال باز وایشتن بیش از 100 هکتار زمین رو دارن توش حوزه علمی مجللی میسازن که ببینین دیگه یه تیکه فیلمش. دوربریاشون هم برمیدارن به اسم پیمانکار و مستراشور و نمیدونم هر اسم دیگه ای میارن تو کار، فقط واسه اینکه هر جوری میتونن بچاپن. سعید خال، شهردار حرم و سرپرست گورستان بزرگ تهران، یک قرارداد با یک شرکت پیمانکاری برای تمیز کردن مستراهای حرم امام خمینی با مبلغ 1.5 میلیارد تومان منعقد کرد. 1.5 میلیارد تومان. بعد این سعید خال که عکسشو دیدین، شهردار حرم امام خمینی. یعنی چی شهردار حرم؟ یعنی مالیات و جریمه و شهردار دیگه، یعنی مالیات جریمه به طور کلی همه درآمدها و هزینه های شهری رو خودش میگیره، اون منطقه که اسمشو گذاشتن مثلا شهر، یعنی از پوشش شهرداری تهران خارجه. این چقدر اون منطقه پاساژ و همین مصلای فلان امام خمینی، مغازه و پارکینگ و فلان، کی شهردارش کرده این سعید خالو و قبر خمینی و اطرافش کرده شهر؟ کی؟ سید حسن خمینی و ازنابش، از ازناب سید حسن خمینی، یکشون ممدلی نجفی، شهردار اصلاح طلب سابق تهران. محمد علی نجفی، شهردار تهران، در حکم سعید خال را به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان بهشت‌طهرا و شهردار حرم مطهر حضرت امام خمینی منصوب کرد. پیش از این سعید خال سرپرست سازمان بهشت‌طهرا بود. چقدر از مصلای امام خمینی سید حسن و دوروبریاش به جیب میزنن و لب سرخ میکنن و به بدبختی 10 میلیون خانواده میخندن؟ همه مراکز ساختگی روحانیت و حاکم مرکز درآمدی است برای آخوندها که حتی تو خوابم نمیدیدم. از جمکران اینا چقدر در میارن که حتی پول آبرق اون مجموعه عظیم رو نمیدن؟ پول آبرق نمیدن یعنی مردم بدبخت به جاشون این پولو میدن، چون مصرف میکنن تو جمکران و مصلا و جاهای دیگه. اینا پولشو نمیدن، میکشن رو قبضای آبرق مردم به اسم نمیدونم اضافات و آب و فاضلاب و این چیزا. میبینین دیگه رو قبضاتون که اضافاتش بیشتر از اون مصرف آب یا برق. بعد تو اوضاعی که از جنوب تا شمال کشور، از شرق تا غرب کشور مردم دنبال یه لیوان آب شیرین سالمن، خدام امام زمان ببینین چقدر با بیخیالی آب مصرف میکنه. همه چی مفته براشون دیگه.
فشاری داره آبش. اینو باید سرش یه دون از این چیزا بس کنن، خیلی آب هدر میده. آره آب با فشار پخش میکنه، خیلی آب داره هدر میده الان. آره دیگه باید مثل شیلنگ آتش نشانی داره آب میپاشه. اینقدر حجم ها خیلی الان کارواشا دارن، اونا خیلی خوبه. باید مثل کارواشا باشه. یعنی خیلی آره، یعنی خیلی حجم زیاد یاد داره. مثل یه ذره جا میرزه. اینقدر نیاد اینقدر آب بریم. همچنین بیابی خوش سالی دیگه مسئولین جمع کردن باید اینجا رو باید درست حسابی بذارم. باید بالاخره جمع کردن فرق داره با جای دیگه. بذاریم برگردیم به شهرداری ها و مساجد و تکایا. نزدیک 3 میلیارد تومان شهرداری تهران هزینه میکنه واسه مسجد ساختن تو منطقه میرداماد تهران. بعد یهو یه جا در میاد که با بودجه شهرداری که خیلی پول میده به امامزاده و مساجد و اربعین و تکیه و دسته ها و اینا، 30 میلیارد تومان دادن زیر یه امامزاده سونا و جکوزی ساختن. ببینین فقط همینو بخونین اگر ممکنه. با این 30 میلیارد تومان که دادن سونا و جکوزی زیر امامزاده ساختن با پول شهرداری، میشد 100 ایستگاه لرزنگاری راه اندازی کرد. معاون پژوهشی و فناوری پژوهشگاه بین المللی زلزله میگه در حال حاضر احداث حداقل 600 ایستگاه لرزنگاری دائم و موقت در کشور زلزله خیز ایران ضروری است. خب میشد 100 تا از این ایستگاه راه اندازی کرد. اینا رفتن اون پول رو دادن از شهرداری چیکار کردن؟ زیر زمین اومدن سونا و جکوزی ساختن تو زیر زمین امامزاده. همین شهرداری میاد 15 میلیارد تومان میده برای رونق مراسم اربعین در کجا؟ در کربلا. و 550 میلیارد تومان خرج جاده سازی مسیر اربعین میشه. 4.5 برابر بودجه لازم برای مدارس زلزله زده کشور. چه خرجایی میکنن از جیب مردم و اینجوری هل میدن به جهنم بدبختی این ملتو. به کارگیری 70 کیلو طلا و 4000 کیلوگرم نقره در ساخت ذریح حرمین عسکرین، ساخت نهج البلاغه طلایی در 570 صفحه، ساخت گنبد امام حسین در کرمان که بعد بهشتان بردن اونجا با 24000 خشت طلا، رونمایی از قرآن کریم ساخته شده با 60 کیلو نقره و 1 کیلو طلا، ساخت گنبد حرم امام علی با نصب 10000 خشت طلا. اینا مال سال 91، مال 18 آذر 91 تا 10 اسفند 94 اینایی رو که خوندم از خبرگزاری فارس، خبرگزاری تسنیم، پایگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی، مشرق نیوز. ببینین فقط هزینه ساخت صحن حضرت زهرا 880 میلیارد تومان. ببینین دیگه 880. عضو شورای شهر چهاربهار میگه ببینین این خبر 880 میلیارد تومان برای ساخت ذریع حضرت زهرا، صحن حضرت زهرا رو کی میزنه؟ خبرگزاری فارس 24 تیر اگه درست چشم ببینه. خب همون ماه تیر 27 تیر خبرگزاری ایلنا این خبر رو میزنه. عضو شورای شهر چهاربهار 20000 نفر چهاربهاری بدون آب و برق لابلای کپرها و تایرها روزگار میگذرانند. مناطق حاشیه نشین چهاربهار بیش از 50000 نفر جمعیت دارد اما حتی 1 متر لوله کشی آب هم در اینجا وجود ندارد. روند دسترسی به امکانات بهداشتی و درمانی در منطقه از سال 96 و پس از انتخابات
هند شد. خب اون موقع یه کاری کردن، دو تا لوله کشتن موقع انتخابات. به هر حال ببینین 880 میلیارد تومان میرن اونجا میسازن و بعد این وضعیت 50,000 چابهاری است که خبرام در فاصله 3 روز. روحانیون که حکومت بکنن، امتیازهای اقتصادی و اجتماعی هم دور همین نهادهای روحانیت حاکم جمع میشه، مثل همون امتیازاتی که دوره ساسانی برای مغان قائل بودن، مملکت رو به بحرانی رسوندن که اعراب مسلمان شده تونستن با شعار چونم برابری و برادری و لغو امتیازات اجتماعی و بیان منطقه بزرگی از جهان رو اشغال کنن، از جمله ایرانو. درست مثل شعارهای دفاع از مستضعفین خمینی که الان داریم نتیجهشو میبینیم، هم اون شعارهای اسلام هم این شعارهای خمینی، نتیجهش داریم میبینیم. میگه برای این کارام غیر از نیروی نظامی یه نیروی شبه نظامی هم لازم دارن، مثل پیران سیاهای دوره نازی آلمان، پیران قهوه‌ای‌های دوره فاشیسم ایتالیا. میان مثلا اعلام میکنن طرح ولایت، یک دوره آموزش مبانی اندیشه اسلامی، یعنی همون اندیشه حکومت ولایت فقیه. چقدر پول میریزن واسش؟ بالای 264 میلیارد تومان از تو اینا بسیجی وفادار در میاره، مثل تشکیلاتی که واسه مده ها درست کردن. انصافا ببینین اگر جمهوری اسلامی نبود، این همه لات و لوتی که به اسم مده تو جمهوری اسلامی دارن پول پارو میکنن چیکاره بودن؟ رئیس کانون مدهان کشور میگه بیش از 56,000 مداح مرد شناسایی شده در کشور و دقیق تعدادشون هست بیش از 56,432 مداح مرد شناسایی شده در کشور داریم. خب بعد شیعه آنلاین آمده یک یادداشت انتقادی نوشته، نوشته برخی مداحان و روزخانهایی که وقتی مسئولان هیئت‌ها با کلی واسطه و معرفی با مدیر برنامه‌های آنان تماس می‌گیرند تا برای جلسات دعوتشان کنند، اولین سخنشان از پشت گوشی این است که بابت یک جلسه 3 یا 5 یا 7 و 10 و حتی 30 میلیون تومان الان واریز کنید تا بیایم. البته همه اینها رو مستند عرض می‌کنم و صرفاً یک شایعه نیست. اینو فردی به نام شیخ علی زند قزوینی نوشته. چرا دریافت‌های چند میلیونی یا چند ده میلیونی بخشی از مداحان برای نیم ساعت در جایی ثبت نمی‌شود؟ آیا کسی که چند ده میلیون برای نیم ساعت یا یک ساعت می‌گیرد برای اهل بیت مداحی کرده یا برای پول؟ چرا برخی مساجد و هیئت‌ها برای مداحی از این مداحان پاکتی چندین میلیون یا چند ده میلیون استفاده می‌کنند؟ بزنین یکی دو نمونه بگم بهتون. مداحی برای یک دهه در شهر کوچک چقادک از توابع استان بوشهر 200 میلیون تومان پول دریافت میکند. 10 شب 200 میلیون تومان. یعنی چی؟ یعنی ساعتی 20 میلیون تومان. کی ساعتی 20 میلیون تومان میگیره؟ میگم تو خوابم نمیدیدن. در کاشان دستمزدهای 4-5 میلیون تومانی برخی مداحان برای هر شب از ایام دهه محرم. یک خانه مداحان درست کردن که بیش از 50,000 مداح پوشش میده. به 1,000 اسمم از 1,000 جا پول میگیرن. غیر از دستمزدهای میلیونی مداحی که الان براتون خوندم. به 1,000 جور. مثلا میگن بلنگو خریدیم واسه روزه های خونگی. چند؟ هیچی چیزی نیست. 200 میلیون تومان. خب پول اونو میگیرن 200 میلیون تومان. حجت الاسلام حسین روحانی نژاد معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی میگوید یکی از مناسبت‌هایی که در سراسر کشور سازمان تبلیغات اسلامی در آن دخیل است ماه محرم است. بیش از 420 دفتر از دفاتر ما در سراسر کشور مشغول برنامه‌ریزی و فعالیت برای این ایام هستند. یکی از کارهایی که این سازمان انجام می‌دهد ارزیابی و بررسی هیئت‌های مذهبی است که فرایند کاری بسیار سنگینی دارد. سازمان تبلیغات اسلامی یکی از کارهای مهمی که برای هیئت‌های مذهبی انجام می‌دهد این است که به آنها شناسه خدمت می‌دهد. با شناسه خدمت
چیکار میکنن؟ شناسه خدمت دریافت میکنند به این معنی که هر مداحی با این کد شناخته میشود و میتواند از سازمان تبلیغات اسلامی خدمات دریافت کند. این خدمات فقط پول نیست ها، با همون شناسه و امتیاز مداحی نوچه پروری میکنن، آدم جمع میکنن. بذاریم من فقط یه نمونه بگم، این نمونه رو بگم تا این بحث مداحی رو ببندیم. 2715 نفر در مترو بدون کار کردن حقوق میگیرن با مدیریت قلی ها داماد حاج منصور ارضی، گندلات مداحای تهران. در دوره مدیریت داماد حاج منصور ارضی، علی قلی ها در شهرداری تهران به عنوان مدیر قسمت بهره برداری مترو تهران استخدام شد و بیش از 2700 نفر حقوق بگیر اضافه شد در دوره ایشون، در دوره داماد منصور ارضی، گفتم گندلات اینا مداها، بیش از 2700 تا حقوق بگیر اضافه کرد که این آدم ها یا وجود خارجی اصلا ندارن یا اصلا سر کار حاضر نمیشن، ولی به اسمشون میره پول تو حسابشون. من فقط میتونم خلاصه اینو بگم تا بعد بقیهش رو بذارم برای بخشای آینده. آیت الله علیرضا اعرافی مدیر حوزه های علمیه میگه بنده به حدود 70 کشور سفر کردم و به جرأت میگویم که هیچ شهری عظمت و ظرفیت قم را ندارد. عظمتش رو که میدونیم، ظرفیت چی رو نداره هیچ جای دیگه دنیا. فرمانده انتظامی قم میگوید فقط از ابتدای سال جاری تا پایان اردیبهشت ماه، یعنی فقط در 2 ماه، بیش از 1.5 تن انواع مواد مخدر در قم کشف شد. ببینید چه ظرفیت بالایی داره قم، فقط در قاچاق مواد مخدر. در فحشا هم ظرفیتش بالاست، مثل مشهد. گزارش عصر ایران میگوید دفاتر اسناد رسمی رسما تبدیل شدن به فاحشه خونه. نوشته در حالی که اصولا دفترخانه وظیفه جاری نمودن صیغه عقد و انجام امور ثبتی آن را بر عهده دارند، برخی دفترخانه ها خود نیز مواردی را برای آقایان در نظر دارند. این دفترخانه ها با وجود اینکه از درج این مطلب به طور صریح در تبلیغات خود امتناع می کنند، ولی در تماس تلفنی که خبرنگار ما با یکی از این دفاتر گرفت، منشی از وجود خانم‌هایی میگوید که تمایل دارند به عقد موقت آقایان متقاضی درآیند. ایران جمهوری اسلامی از معدود کشورهایی است که فاحشگی به عنوان یک شغل به رسمیت شناخته شده و تنها کشوری است در جهان که این شغل رو حکومت حمایت میکنه و حکومت تشویقش میکنه و مردم رو به سرمایه گذاری در این، میخواستم بگم شغل شریف، دیدم مسخره، واقعا حسشو ندارم بکنم، به سرمایه گذاری در این آلودگی و این فساد عمومی تشویق میکنه، چون از نظر اسلام امام صادق علیه السلام فرمود هنگامی که پیامبر به معراج رفت، فرمود جبرئیل نزد من آمده و گفت ای محمد، خداوند تبارک و تعالی می فرماید من گناهان زنانی را که از امت تو متعه شوند بخشیدم، یعنی صیغه شوند بخشیدم. چی بگم؟ بریم پرده آخر. اگر کسی اندازه تمام کوههای دنیا گناه کرده باشد، اگر کسی اندازه آبهای تمام اقیانوس ها گناه کرده باشه، به تعداد دانه های ریز ماسه های بادی که در سرتاسر دنیا هست گناه کرده باشه، این یه قطره اش برای امام حسین بریزه. نه، یه قطره هم نمیخواد. امام صادق علیه السلام چی فرمودن؟ فرمودن همین که این موجش خیس بشه. فرمودن اینم نمیخواد، همین اشک تو چشمش حلقه بزنه.
بعد فهمدن اینم نمیخواد و من تباکا تباکی بکنه و حال جری خودشو در بیاره. حضرت فرمودن تمام گناهانش چه بخشیده میشه، فله الجنه، تمام بهش مال این بابا میتونه باشه. شب روزگار خوش.